آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذوالنون مصری. این چنین ذوالنون مصری را فتاد، کاندر او شور و جنونی نو بزاد. شور چندان شد که تا فوق فلک، می رسید از وی جگرها را نمک. هین منه تو شور خود ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریشهاشان می رو بود. چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهاد. نیست امکان وا کشیدن این لگام، گرچه زین ره تنگ می آیند عام. دیده این شاهان ز عام خوف جان، که این گروه کورند و شاهان بی نشان. چون که حکمن در کف رندان بود، لاجرم ذوالنون در زندان بود. یک سواره می رود شاه عظیم، در کف طفلان چنین در یتیم. این قصه رو نوعاً تذکره نویسان و نویسندگان مؤلفات مربوط به قصص صوفیان از شبلی آورده‌اند. ذوالنون البته از عارفان به نام است، اما این داستان اونطور که در تذکرة الاولیا، در رساله قشیریه، در رساله لمع ابو نصر سراج طوسی و دیگران آمده است، از شبلی است. در احیاء العلوم، در کیمیای سعادت، اینجاها همه به اون نحو نقل شده است. برای مولوی البته اینکه داستان از که باشد و این حادثه در حق چه کسی رخ داده باشد اهمیت نداره. به تعبیر خودش، گندمش بستان که پیمانه است رد. گندم درون پیمانه مطلوب است، خود پیمانه مورد توجه نیست. ذوالنون رو به دلیلی از دلائل گرفتند و در زندان کردند. مولوی دلیلی رو که در اینجا آورده است این است که خلق را تاب جنون او نبود. احوالی بر این عارف عارض بود که و سخنانی به مقتضای اون احوال می گفت که مردم اونها رو تحمل نمی کردند و همین بیتابی موجب شد تا او رو به زندان بیفکنند. بعد هم مولوی از احوال زمانه گله می کند که این تنها سرنوشت ذوالنون یا شبلی نبود، بلکه کثیری از عارفان، از پارسایان و از کسانی که از سطح شریعت و دینداری شریعت مدارانه فاصله گرفتند و بالاتر رفتند و پاره از اسرار رو فاش کردند، همین بود که به دست جاهلان، قداران گرفتار آمدند و زندانی یا مقتول شدند. چون که حکمن در کف رندان بود، لاجرم ذوالنون در زندان بود. و ابیات بعدی هم دنباله همین مطالب رو بیان می کند که چون صفیحان راست این کار و کیا، واجب آمد یقتلون الانبیا. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان می دهند. در این معنا مولوی البته در اینجا اشاره‌ای به چرایی این مطلب از نظر اجتماعی ندارد و صرفاً از این حیث مسئله را مطرح کرده است که عارفان در میان مردم غریب بودند. یک سواره می رود شاه عظیم، در کف طفلان چنین در یتیم. یک تنه می راندند، کسی در حاشیه و در اطراف آنها نبود، تنها و غریب بودند، هم دل و هم زبان نداشتند. دیگران سخن آنها را در نمی یافتند و در این در نیافتن حق را هم به آنها نمی دادند، بلکه از آن خود می دانستند و به همین سبب خود را محق می دیدند که این بزرگان
اسراردان اسرارگو رو در بند و زندان بنهند. اونچه که ما امروز به نام آزادی های سیاسی میشناسیم باید گفت که در زمان مولوی و امثال او تقریباً به هیچ وجه از مخیله احدی عبور نمی کرده است. فلسفه سیاسی اون روزگار مجاز می دانست که کسی در رأس باشد، خود را به حق بداند و دیگران را برای ناحق گفتن در بند بگذارد. لذا شما می بینید که مولوی در اینجا و در هیچ جای دیگری در مورد این امر خاص سخنی نگفته است و انگشتی به اعتراض بلند نکرده است. حد اکثر سخنی که گفته است این است که افهام تنگ است، مردم ظرفیت شنیدن این سخنان و هاضمه هضم آنها را ندارند. صوفیان و عارفان از این وضعیت چه نتیجه‌ای گرفتند؟ نتیجهشون این نبود که باید مبارزه سیاسی کرد برای احقاق حق و برای گستردن آزادی‌های سیاسی در جامعه تا همه حق داشته باشند سخنشون رو بگویند و مورد تعرض جاهلان هم قرار نگیرند. به این نتیجه نرسیدند، به اون سو نرفتند. دلیلم داشت که به اون سو نرفتند، برای اینکه صوفیان ما، عارفان ما، عالمان ما علل اصول در بستر یک نوع معرفت شناسی زیست می کردند که در آن معرفت شناسی افراد حق داشتند که خودشون رو بر حق بدانند، می توانستند که معتقد باشند که اونها به حق، به یقین و به واقعیت رسیده اند و دیگران بر باطلند.